چه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم هنج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه ها نها حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر دوستان عزیز و همراهان همیشگی برنامه توضیح المسائل. اجازه بدید که تسلیت بگم امروز رو که روز شهادت بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها هست. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند کسی که حضرت معصومه سلام الله علیها را زیارت کند پاداش او بهشت است. سلام الله علی بنت موسی بن جعفر و بی بی که خیلی از ما فارس زبون‌ها خودمون رو جیره خوار این بی بی می‌دونیم. ان شاءالله اجازه بدید که یک مقداری صحبت بشه در مورد این بی بی و این بانوی بزرگوار بعد از سلام و خوش آمدگویی به کارشناس محترم برنامه جناب آقای استاد رفعتی عزیز. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. در خدمتتون هستم. خوشم در خدمتتم. سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید. بنده هم عرض تسلیت دارم محضر امام زمان علیه السلام علی ابن موسی رضا. شما عزیزان امیدوار هستیم که خدا در دنیا زیارتشون رو روزی هممون کنه و شفاعتشون رو در آخرت. اگرچه به نقلی امروز روز شهادت هست و تاریخ معصومین علیه السلام عمدتاً بسیار دقیق و قطعی نیست، اما خیلی خوب و بجاست که روزی در سال از این بانوی کرم، از این بزرگ هستی، از دختر موسی بن جعفر با اون همه مقامات علیه السلام یاد بشه. تقدیم میکنیم این دعا رو و کل جلسه رو محضر بی بی حضرت معصومه ثوابش رو، و امیدوار هستیم دعای بی بی شامل حال هممون بشه. نقصد فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امتيازات افتخار حضرت معصومه سلام الله عليها بيش از حد شمارش و گفتگو جمع کردن تو دقایق، یعنی حتی همون کمی هم که از بی بی به ما رسیده در توصیفشون نشون دهنده مقام بسیار والای این بانوست. اگرچه در دنیا عمری نداشتن، یعنی قطعا زیر 30 سال بودن، حالا یا 18 سال یا 24 سال یا 28 سال، اما هرچه هست با بحثی که قبلا اشاره شد در بابت معرفت، اون چنان معرفتی و شناختی نسبت به خداش و پیغمبرش و ائمه اجداد طاهرینش داشت و امام زمانش علی ابن موسی رضا که گوی سبقت رو از بسیاری از مردان روزگار برد و اونقدر بالا رفت که معصوم علیه السلام در زیارتش بفرماید یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لکی عند الله شأنا من الشأن، یعنی بزرگترین شخصیت هم که هستی از مراجع تقلید آرزوش اینه که بیاد در مقابل ذریح این بانو بایسته، دست ادب رو سینه بگذاره و با تمام تواضع بگه بی بی جان آرزوی من اینه که شما مرا شفاعت کنید. و این خیلی حرفه. اون شخصیت پرسید که آیا بی بی شفاعت خواهند کرد اهل قم را در روز قیامت؟ بهش جواب دادن، حالا در عالم مکاشفه یا خواب،
که البته استدلال به خواب نیست، شاهدش در روایت همون جمله قشنگه. بهش گفتن برای اهل قم میرزای قمی کفایت میکنه، الله حضرت معصومه اهل عالم را شفاعت میکنه. دلیلش اینه که اگر تمام عالم بیان حرم بی بی رو زیارت کنن و بگن کلام معصوم را یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه، اگر لیاقت و قابلیت درشون باشه بی بی این که همه رو شفاعت بکنن، درشون خدا در وجودشون قرار داده و این مقام رو بهش دادن. تازه این یک مقداره، خیلی از این مقامات معنوی رو باید انشاءالله امام زمان علیه السلام بیاد به اندازه فهم بشر اون روز تفسیر کنه و ما بفهمیم که ان لکی عند الله شأنا من الشأن یعنی چی. خدا به این بی بی چی داده از شأن و مقام که به جایی برسه که زیارت و طوف حرمش بهشت رو واجب کنه. خدا کارش خداییه، حکیمانه است، مثل بشر نیست که کاراش بی حساب باشه. خدا اگر از بنده خوشش میاد رو حسابه، اگر نعوذ بالله بر بنده غضب میکنه رو حسابه، اگر بنده رو بالا میبره رو حسابه. چی در این وجوده؟ این بی بی به کجا رسیده که زیارت حرمش شما و من رو بهشتی میکنه؟ وجبت له الجنه، بهشت واجب شدن یعنی لیاقت پیدا کردن، بهشت واجب شدن یعنی اهل نماز شدن، بهشت واجب شدن یعنی در ولایت کامل شدن، بهشت واجب شدن یعنی تمام اون چه که بایدها و نبایدهای شرع انجام دادن. چون کسی که اهل خلاف و گناه و معاصی باشه بهشت برای واجب نمیشه. یعنی این وجود نازنین، این اکسیر بزرگ اونقدر مقام داره، اونقدر تأثیر گذاره که اگر سر و تاپا گناهی هم وارد حرمش بشه اونقدر آمادش میکنن، اونقدر پاکیزش میکنن، اونقدر استحالش میکنن که میتونه اهل بهشت بشه. بله به فضل خدا، اما به کرم کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها، خدا این مقام رو به این بیبی داده. مزد اون بندگی هایی که ما هیچ چیشو، من و امثال ما هیچ چیشو درک نمی کنیم. 16 روز یا 17 روز در قم بودن در بیت النور که انسان وقتی اونجا رو زیارت میکنه هنوز حس میکنه شعاع عبادت و مناجات حضرت معصومه سلام الله علیها رو و معنویتش بعد از بیش از 1000 سال قابل احساس برای همه. چند روز اومدن قم اما ازشون محراب باقی مونده، یعنی مثل جدشون حضرت زهرا سلام الله علیها اهل تهجد بودن، اهل عبادت بودن، اهل نماز بودن. چه نمازی میخوندن؟ خدا موقع نماز چی از این بانو میدیدن؟ اینا یه چیزهاییست که معرفت میخواد. شاگرد خوبی برای پدرشون موسی بن جعفر علیهم السلام و برادرشون علی بن موسی رضا بودن. احتمالاً یک سال بعد از هجرت اجباری امام رضا علیه السلام به مرو و به طوس این بانو حرکت میکنن و در عظمتشون در همون زمان در بین اولاد ائمه و بنی هاشم همین بس که مجموعه از رجال بنی هاشم، از شخصیت ها که در بین اونها بزرگان محدثین و روات و شخصیت های بسیار بالا مقامی بودن، از امامزاده ها بی بی رو همراهی میکنن. یعنی میشن طفیل کاروان حضرت معصومه. کاروان با اینکه پر از امامزاده است اما معروف به کاروان حضرت معصومه سلام الله علیها. شهرت این بانو اونقدر فراگیر شده بوده که وقتی میرسن به ساوه و بیمار میشن، تو بعضی از نقل ها داره که همین موسی بن خزرج ظاهرن یا یه مجموعه اونها میرن به استقبال بی بی و اصرار میکنن به بی بی که تشریف بیارید و ما رو به وجودتون و شهر قم رو به وجودتون مزین کنید، و بی بی اجابت میکنن و میان قم و مدت زیادی البته نمیمونن، اما همون مدت کوتاه اونقدر تأثیر گذار بوده و الان حرم باصفاشون که بیش از 1000 سال معدن علم و انتشار و علوم اهل بیت علیه السلام شهر قم بوده و هست. یک زمانی که از نویسندگان تاریخ نوشته از قم عبور کردم دیدم در این شهر بیش از 50,000 نفر. شهر اون روز 50,000 نفر یعنی شهر بسیار معموری بوده، شهر بسیار پر جمعیتی بوده
50,000 نفرشون فقط اینا بودن که قلم به دست و دوات به دست و ورق به دست نقل حدیث اهل بیت میکنن و میگن حدثنا جعفر ابن محمد، حدثنا موسی ابن جعفر، حدثنا ابو الحسن و روایت نقل میکنن، البته با واسطه و بعضن بی واسطه از معصومین علیهم السلام. یکی از اونهایی که در قم دفنه و شیعه مدیون وجود او زکریا ابن آدمه که سه معصوم رو در کرده، ابن قولویه، ابن بابویه، ابراهیم ابن هاشم، یکی از یکی بهتر. اینا همه گرد وجود حرم نورانی حضرت معصومه سلام الله علیها بودن. خب اینا میدونستن، خبر داشتن که در زمان فشارها، در زمانی که دشمنان اهل بیت تحمل نمی کنن این نور را و حتی شیعیان را، شهری برای حفظ آثار اهل بیت هست و اون شهر قم و در اونجا میتونن علوم اهل بیت را بحث کنن، بفهمن، درک کنن، پخش کنن، نشر کنن و به دیگران برسونن. لذاست که در روایت امام صادق علیه السلام هست که حضرت میفرماید خدا را حرمی است مکه، پیغمبر را حرمی است مدینه. خلاصه حدیث، امیرالمؤمنین را حرمی است کوفه و ما اهل بیت را حرمی است و اون شهر قم. یکی از نشونه های قشنگش اینه که زیارت بیبی رو که میخونید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی آدم صفت الله، السلام علی نوح نبی الله. علی یعنی در زمانی که شخص نیست، شما دارید بر او درود میفرستید، یعنی غایبه. السلام علی عیسی روح الله، بعد که تمام شدن این چهار پیغمبر، ابراهیم و نوح و آدم، میگیم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا خیر خلق الله، خطاب میشه. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک. دونه دونه امام ها رو با خطاب علیک سلام میکنیم، نشون دهنده حضور این ائمه معصومین علیهم السلام در اونجا هستن. یعنی ائمه زیارتشون در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها نهفته. کسی که بیبی رو زیارت میکنه دارای گنجینه کاملی از ولایت اهل بیت علیهم السلام. هر چی بگیم کم گفتیم. چطور میتونیم تفسیر کنیم این کلمه شأن من الشأن را؟ اقل کار اینه که این ایام اون چه که از نوکری تقدیم میکنیم در این برنامه باشه ثوابش برای بیبی حضرت معصومه سلام الله علیها، از باب همون مسئله ایران ملخی محضر سلیمان. شاید بیبی دعای کنن در حق همه ما، ما هم بتونیم در مسیر معرفت قرار بگیریم، بتونیم اون جواهرات با ارزش شناخت رو که به اونها روزی کردن، ذره ایش هم تو کاسه گدای ما بگذارن و بتونیم به جایی برسیم که وقتی به زیارتشون مشرف میشیم بتونیم بگیم یا بگن در حق ما آسمونیا، زارها عارفن به حقها، او رو با معرفت زیارت کرد. انشاءالله معرفت شو روزی همه ما بکنن. تقدیم به این بانوی هستی کریمه اهل بیت که چون عموشون حضرت عباس علیه السلام دارای هیبتی است قابل گفتن نیست و مقاماتی بسیار والا، تقدیم میکنیم ثواب صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انقدر زیبا و بالذت بیان کردن جناب استاد عزیز که بنده که اینجا نشستم دلم روانه حرم بیبی شد. امیدوارم که دوستان عزیزی که بیننده ما هستند و ساکن شهر مقدس قم هستند ما را از دعای خیرشون فراموش نکنن و سلام ما را خدمت بیبی برسونن. اگر اجازه بدید یک مختصری اشاره بکنیم به بحث و درس هر روزمون تا چند دقیقه که وقت داریم تا میان برنامه و سوالات عزیزان. آیه غفوری، من راستش دلم میخواد ولی نمیدونم چرا، شاید اینطور بهتر باشه که انشاءالله برای سوال عزیزان در خدمتشون هستیم. بذاریم بحث رو برای فردا، چون اگر هر چی ما بگیم تو این وادی یعنی لفاظی کرده باشیم، خودشون دوست دارن، خودشون آموزش به ما دادن، خود بیبی معدن بسیاری از احادیثن، اما حیفم میاد نگم این تیکه که تو زیارتشون هست، السلام علیکی عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه و حشرنا فی زمرتکم و اوردنا حوض نبیکم. آرزوی ما اینه که این اتفاق بیفته، یعنی روز قیامت به ما اجازه بدن که اونها رو ببینیم، به ما اجازه بدن که نامهای مقدسشون رو بر زبان جاری بکنیم.
اوضاع سختی در پیش داریم تو همین دنیا قبل از اون دنیا. کسی که خیلی خوشه خبر نداره، نمیدونه اطرافش چی میگذره. اونهایی که بیدارن، اونهایی که فهمیدن، اونهایی که میدونن واقعا بیتابن، آرامش ندارن. برای لحظه رفتنمون، برای عاقبت به خیریمون، برای با دین موندنمون تا لحظه مردن، تو این زمانه پر امتحان، پر فتن، پر از درد و غم و مشکلات، راستی خیلی خیلی سخته. باید کمک بخوایم، باید به زیارتشون بریم، باید التماسشون بکنیم، باید بهشون بگیم شما کمک ما بکنید. و اونا اهل کرمن. داره که وقتی بیبی از دنیا رفتن، اون جمعی که بودن، اگرچه بینشون بنی هاشم هم بودن، اما خب بزرگانی بودن در قوم، شخصیت هایی بودن در قوم که با هم صحبت میکردن کدوم یکی از اینها لیاقت دارن که بدن بانو رو داخل سرداب قبر بگذارن. سردابی رو درست کرده بودن، یه جایگاه نسبتاً بزرگتری رو، و این رسم بود در اون زمان که خلاصه در سرداب دفن میکردن، یعنی به صورت سرداب قبر رو میساختن. مردد بودن کی داخل قبر بشه. تقریبا متفق شدن پیرمرد بسیار متدین زاهد با خدایی بود او این کار رو انجام بده و البته با تشریفات بدن رو داخل قبر بکنه. خب طبیعتا زنهایی هم بودن که میتونستن این کار رو انجام بدن، شاید اونها هم برای کمک بودن، اما به نتیجه افتخار رو میخواستن نصیب چنین شخصیتی بکنن و از نظر شرعی هم خلاف شرع نیست اگر اتفاقی نیفته در دفن بقیه افراد میگم. علی حال شاید میخواستن این افتخار نصیب یکی از بزرگان اون جمع بشه. همینطوری که مشغول گفتگو بودن، یه وقت نگاه میکنن دو نفر که صورتاشون پوشیده است با مرکب از سمت صحرا پیدا میشن. بقیه متوقف میشن که انه زمان ایستاده. این دوتا میان میایستن، اول نماز میخونن، بعد بیبی رو داخل قبر میگذارن، قبر رو میپوشونن، سرداب رو میبندن و از قبر میان بیرون و بدون اینکه با اون جمع سخنی بگن حرکت میکنن. دیگه هم صحبتی نشده که چی بوده، کی بودن، چی شده. این خودش نشون دهنده اینه که اون جمعی که در اونجا حاضر بودن آدمای معمولی نبودن. اگرچه هنوز گسترشی پیدا نکرده بود، سالهای بعد بود که بزرگان محدثین و راویان حدیث به این سرزمین اومدن و فراوون شد، اما در اون زمان هم زمینه فهم و ولایت و معرفت درشون بوده. فهمیدن که بیبی مقامش بالاتر از اینه که یکی از شماها ولو خیلی مقدس و با خدا داخل سردابی بشه که بیبی بناس دفن بشه. احتمال داره، احتمال زیاد هست که برادرشون امام رضا علیه السلام، پدر بزرگوارشون موسی بن جعفر علیه السلام یا امام جواد برای این کار اومده باشن. هرچیه آسمونیا بودن. درسته معصوم رو فقط باید معصوم دفن کنه، اما بیبی هم معصومه هستن. به مقامی رسیدن که فقط هم یک دونه شاهد کفایت میکنه برای درک عظمتشون که خدا اون دو بزرگوار رو برای دفن بیبی میفرسته. خدایا آرزوی ما هم اینه، اون لحظه آخر ما کجا، اونا کجا، خاک کجا، عرش کجا. اما میگفت آرزو بر جوانان عیب نیست. آرزومون اینه، همه ما جوان و پیر ما آرزومون اینه که منت بر ما بگذارن لحظه رفتنمون، این بزرگوارها بیان قدمشون رو بر دیدگان ما بگذارن، آرامش به ما بدن. لایق نیستیم اما کرم اونها رو آرزو داریم. امیدوارم این اتفاق بیفته. تیکه آخر زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لکی عند الله شأن من الشأن، عرض میکنیم که بیبی ما آرزومون اینه به حق و مقام شما در دنیا و آخرت خیر نصیب ما بشه و ما اهل نجات بوده باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. جان فدای آقا سید الشهدا که هر وقت مقتل یا تاریخی از یکی از حضرات معصوم میشه، ناخودآگاه دل بچه شیعه ها و حسینی ها میره سمت مصیبت آقا سید الشهدا. همینطور که شما داشتین بیان میکردین از خواهر امام و دختر امام، دل منم
هوایی خواهر سید الشهدا شده بود. انشالله روزی بشه هم زیارت بیبی حضرت معصومه در قم و هم زیارت سوریه و دمشق، زیارت حضرت زینب سلام الله علیها و بیبی رقیه سلام الله علیها. یک میان برنامه کوتاه ببینید، سوالاتتون رو انشالله میپرسیم از محضر استاد. در خدمتتون. خب وقتتون بخیر، باز هم اجازه بدید تسلیت بگم این روز رو که منسوب هست به بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها. تا دوستان بنده میان و تبلت برنامه رو به ما برسونن، عرض کنم خدمتون این که 2096471 77 93 893 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست که هم میتونید برای ما پیام بفرستید و هم میتونید تماس بگیرید از طریق واتساپ. انشالله که دوستانی که موفق نمیشن پخش زنده برنامه رو هر روز بعد از نماز ظهر عصر ببینن بتونن از طریق یوتیوب برنامه رو پیگیر بشن. با اجازتون بنده سوال رو بپرسم، سوالی که از دیروز بیننده عزیزی پرسیده بود و مهم بود و جناب استاد فرمودن که انشالله فردا بیشتر در موردش توضیح میدیم. با اجازتون، بسم الله الرحمن الرحیم. چرا در اجماع نباید پرسید که این اجماع از کجا پیدا شده؟ مختصرا تکمیل بحث دیروز بابت این سوال، اجماع یکی از ادله چهارگانه احکام باید عرض بکنیم. بله قطعا باید پرسید، اما کی باید بپرسه؟ از کجا باید بپرسه؟ ادله بقیه احکام رو شما چیکار میکنید؟ ادله بقیه احکام رو هم سوال میکنید؟ آقا از کجا فهمیدید این مسئله روایتش معتبره؟ از کجا از این ظاهر این آیه و حدیث این حکم رو این مسئله رو استفاده کردید؟ خب اگر بخواید جواب این چراها رو بگیرید، یه چندین سال باید بیاد بنشینید تا اصطلاحات رو آشنا بشید، قواعد استنباط رو آشنا بشید تا بتونه مرجع براتون شرح بده. لذا ما فقط یه اشاره کردیم، میگیم اجماع از ادله است، روایات از ادله است، آیه قرآن از ادله است، اما توضیح دلیل بودنش، استدلال بر دلیل بودنش یک باب بسیار مفصلی است در دروس حوزوی. فقط فهمیدن این مرحله در سطح حوزه، علوم سطحی حوزه 4-5 سال طول میکشه. سالیان سال هم به عنوان فنی در درس خارج همینا بحث میشه. دلیل این مسئله چیه؟ خب شما یکیش رو طرح میکنید که میگید اجماع از کجا؟ خب اون شخصی که متخصص فن شد بررسی میکنه اقوال علما رو و ادعای اجماع میکنه. کاری که من فقط میتونم بکنم اینه که بررسی کنم، او رو مجتهد جامع الشرائط بدونم. وقتی او رو مجتهد جامع الشرائط دونستم، بنابراین یقین میکنم، یعنی اطمینان پیدا میکنم وقتی میگه این مسئله اجماعیه، حتما اقوال علما رو در این مسئله دیده، حتما مبناش در حجیت اجماع تمامه، حتما حجت داره. بنابراین لازم نیست من حجت رو از او بپرسم، خود قول او بر من حجته. این جمله رو دوباره تکرار میکنم چون خیلی مهمه. مجتهد باید حجت رو از دلیل بیرون بکشه، از متعارضین، از دو تا دلیلی که با هم تعارض کرده بیرون بکشه، از ظواهر آیات روایات بیرون بکشه، از اجماعات منقول و محصل بیرون بکشه. این کارشه. اما مقلد چیکار میکنه؟ حجت رو از مجتهد میگیره، حاضر و آماده. وقتی او جامع الشرائط به من میگه این واجبه، قول او بر من حجته. بنابراین معنی نداره من ازش بپرسم آقا مدرک شما در این چیه؟ بله اشکالی نداره آدم بپرسه، نمیگیم گناهه بپرسه، کما اینکه شما به هر متخصصی بگید آقا چرا گفتی اینجا دو تا ستون بخوره، اشکالی نداره. ولی خب اون در مقام جواب ممکنه یه وقتی جوابش خیلی ساده و مختصر باشه به شما بگه و متوجه بشید، اما یه وقتی جوابش خیلی مقدمات میخواد. شما اگر میخواید بدونید اجماع کی حجته،
بعضی از بزرگان می‌فرمان اگر سه تا از فقها توی این مسئله رأیشون این باشه، من بر اساس اون سه تا نظریه نظر میدم، یعنی براش حجیت اجماع با قول سه نفر محقق میشه که این اجماع حدسیه، ممکن از صد نفر پیدا بشه، ممکن از اتفاق همه محقق بشه، ممکن از اتفاق یک مجموعه از علما. حالا چرا قول سه نفر برای شما میتونه حدس قول معصوم بیاره؟ چرا همه میتونه بیاره؟ چرا گاهی اوقات نمیاره؟ اینا یک سری مباحثی است که مفصل در اجماع در علم اصول علما بحثش کردن. بنابراین اگر کسی واقعا جوابشون میخواد و میخواد آرامش پیدا بکنه، چاره ای نداره برای اینکه با علوم حوزوی آشنا باشه تا قناعت نفسی پیدا بکنه. ولی توی یه جلسه و توی یه دقیقه و توی چند کلمه نمیشه تمام مطالب رو بیان کرد. وجهش اینه. کما اینکه در بقیه مسائل هم همینطور. بنابراین گفتن چرا در مسائل شرعی اشکالی نداره، ولی چون جوابش مفصله معمولا دیگه متدینین این رو باور کردن و باور دارن که این شخص متخصصه، دلیل داره و دونستن دلیلش بر من لازم نیست. خیلی متشکرم و ممنونم. خب با سلام و عرض خسته نباشید. شبهه این گونه مطرح می شود که دین خدا واحد است، پس چرا ما اینقدر مرجع تقلید داریم؟ دو سه سوال دیگه هم در ادامه پرسیدن که و چرا در بسیاری از احکام این مراجع با هم اختلاف نظر دارن و چرا این شبهه پیش میاد؟ بله، جواب این شبهه سوال مهم و خوبی است، مکرر گفته شده، جواب دادیم، ولی باز هم گفته بشه و جواب داده بشه جا داره. دین یکیه، دستورات خدا که در لوح محفوظه یکیه و اونها از طریق پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ائمه معصومین آیات قرآن بیان شده. پیغمبر فرمودن هر چی نیاز دارید من بیان کردم، جزئیاتش رو معصومین علیهم السلام بیان کردن. اما یک سری عوارض حادث شد، مثلا سوزوندن احادیث، مثلا از بین بردن محدثین که در سینه شون احادیث اهل بیت علیهم السلام بود. خدا هم بناش بر معجزه نبوده الا جاهایی که اصل شریعت حفظ بشه و الا مثل نگهداری امام زین العابدین علیه السلام توی این سرزمین بلا به حسب ظاهری بعد امام سجاد علیه السلام رو هم میکشتن اینه که به بچه رحم نکردن. بله اعجاز هست اما خیلی کم، مثل پنهان شدن امام زمان علیه السلام، چون دین متوقف برشه. اما اگر اصل دین متوقف نباشه برش، نه، خدا برای امتحان بشر دست همه رو باز گذاشته. همونی که میخواد حدیث رو حفظ کنه و مثل ابن ابی عمر صدها چوب به تنش بخوره میتونه، همون کسی که خدا عذابشون رو زیاد بکنه، اومدن گرفتن احادیث رو از بین بردن، آتیش زدن کتابخونه ها رو، حدیث جعل کردن در بین احادیث آوردن، اینها هم دستشون باز بود و کار کردن. بنابراین احادیث خلط شد، احادیث تقطیع شد، احادیث مقدارش از بین رفت. اون مقداری که باقی مون نیاز به اجتهاد پیدا کرد، نیاز به تلاش استخراج پیدا کرد، نیاز به استفراغ وسع به اصطلاح علمیش پیدا کرد که قبلا معنی کردیم، یعنی باید زحمت بکشه شخصی با تخصص بتونه روایت صحیح رو از روایت غیر صحیح جدا کنه، بتونه دلالت این حدیث رو متوجه بشه. برداشت ها اون زمان مختلف میشه، یعنی کسی از این روایت یک چیز رو برداشت میکنه، از همین روایت با یک سری قرائن یک شخصی از متخصصین چیز دیگری رو برداشت میکنه و در هر علمی همینه. یک کسی که بیماره یه دونه درمان بیشتر نداره، پس چرا اطباء با هم دیگه اختلاف میکنن؟ برای اینکه از روی نشانه ها برداشتشون از این بیماری مختلفه. اینطور نیست که هر دو تا بیماری رو داشته باشه، سه تا بیماری داشته باشه، غالبا یه بیماری بیشتر نیست، نشانه هاش مختلفه، برداشت ها از این نشانه ها مختلفه. یکی از این نشانه ها فکر میکنه که ایشون بیماریش مثلا مربوط به اعصابشه، یکی از این نشانه ها برداشت میکنه که این بیماری ها مربوط به ریه‌هاشه مثلا، او دوا برای ریه میده، این یکی دوا برای اعصاب بهش میده. هر دوشون هم عذر دارن چون هر دوشون رو تخصصشون نظر دادن. بله. ولی نظریه حقیقی یکی از این دوتا هست، شاید اصلا این دوتا نباشه، مربوط به قلبشه اما اینا متوجه نشدن. درست. بله، تو این زمینه اینجا تو مسائل فقهی هم همین طوره. بنابراین ما دنبال پیدا کردن وظیفه ایم، این وظیفه گاهی با واقع مطابق در میاد، گاهی قد با اون واقع مطابق در نمیاد، اما وظیفه است، یعنی همونیه که اسمشو گذاشتیم حجت، همونیه که اگر انجام دادیم درست در اومد ثوابش نصیب ما خواهد شد
و اگر معلوم شد اشتباه انجام دادیم عقوبت نمیشیم. ممکنه یه چیزایی رو از دست داده باشیم که امیدواریم خدا به فضلش ما بی تقصیریم در این اتفاقات تلخ و از دست دادن این همه زیبایی های احکام، اما به نتیجه عقوبت نخواهد بود. بنابراین اختلاف خیلی طبیعیه. اگر شما همین اوربه رو انشالله یواشاش دنبال بکنید، آشنا بشید، سختیاش کم کم از بین میره، شیرینیاشو نصیبتون میشه، میبینید که توی مسئله 15 تا حاشیه داره، 15 تا مرجع تقلید. حالا نمیگیم 15 تا نظریه، 6 تا 5 تا نظریه توی این مسئله در میاد. کم مسئله پیدا میکنید که اصلا حاشیه نداشته باشه. این اختلاف نظرها برای چیه؟ مثلا تقلید اعلم، یکی گفته تقلید اعلم واجبه، فتوا داده، یکی احتیاط کرده. چرا؟ چون آیه و حدیث که نداره، سیره عقلاس، اجماع فقهاست، یک کسی براش اجماع تمام شده، یک کسی اجماع رو تمام نمیبینه، مسئله رو اختلافی میبینه. از فتوای کسانی که گفتن تقلید اعلم واجبه براش حجت تمام نمیشه، از اون طرف هم نمیخواد با مشهور مخالفت کرده باشه، فتوا هم که براش واجب نیست، احتیاط وجوبی میکنه. بنابراین مبانی علمی مختلف میشه، نظرات فقها هم در این مسائل مختلف میشه. انشاءالله ما یواش یواش به جزئیات مسائل، فعلا داریم بحث اجتهاد و تقلید رو، یه بحث کلی رو طرح میکنیم، انشاءالله به جزئیات مسائل که رسیدیم روایت چه کم کم میخونیم، میبینید برداشته از این روایت ها مختلف میشه. گاهی قد دو تا روایته، کسی این روایت رو ترجیح داده، فقیه دیگری روایت دیگری رو ترجیح داده، دو تا مسئله شده. آیا با غسل مستحبی میشه نماز خون یا نمیشه نماز خون؟ روایت گفته بله، یک روایت گفته نه نمیشه، فقط با غسل جنابت میشه. آیا غسل ها با هم تداخل میکنن غیر غسل جنابت یا نه؟ یعنی آیا مثلا روز جمعه است، عرفه است، زیارت رفتید، یه دونه غسل جای ستاش با نیت کافیه یا نه؟ بر هر کدوم باید یه غسل بکنید. ادله مختلف میشه، غیر از روایات مبانی علمیشون در اصول مختلف بحث تداخل اسباب، لذا نظریات مختلف میشه و این طبیعی اجتهاد در شیعه است. احسنت، خیلی ممنون و متشکرم. با عرض سلام، در منزل کاغذی پیدا کردم که گویا به گفته بزرگی دارای ادعیه و طلسم بوده. آیا گرفتن دعا برای رفع آنها از دعا نویس اشکال شرعی دارم؟ اشکال شرعی نداره، اما اگه وارد این وادی شدید خیلی طولانی میشه، یعنی کم کم به همه چی شک میکنید. چرا این شکلی شده؟ چرا اون اونطوری شده؟ چرا این لیوان اینطوری شده؟ چرا اون قاشق اونطوری شده؟ این که اومد چرا نشسته بود حرف میزد؟ اون چرا اونطوری نگاه کرد؟ خصوصا تو خانم ها شیطان کمک میکنه، برای اینکه مانع پیشرفت شما بشه، همه چیز رو برای شما مشکوک جلوه میده. یه وقت میبینید یه بنده خدای اومده از لای کتابش، از تو جیبش اومده در بیاری، چیزی افتاده. دعای حفظه، حرزیست برای محافظت خودش بوده، تلسمی اما برای محافظت همراهش بوده، نه برای اذیت کردن شما. شما همین رو بهش ترتیب اثر میدید و زندگیتون رو میخواید با این چیزها پیش ببرید. سیره اهل بیت علیهم السلام این نبوده که دنبال این چیزها باشن. دنبال چی باشیم؟ دنبال این باشیم که خدا از ما چی خواسته؟ نماز، نماز اول وقت، احترام به والدین، مراقبت، انسان گناه نکنه، واجباتش انجام بده، احترام به مردم بگذاره، خدمت به خلق خدا بکنه، سعی بکنه بهترین ها رو که خدا دوست داره انجام بده. دیگه خدایی که میبینه این بنده اینطور داره برای رسیدن بهش تلاش میکنه، انک کادحان الی ربک کدحان فملاقی، یاریش میکنه، شروع رو ازش دور میکنه. آدمی که برای سلامتی امام زمانش هر روز صدقه میده، زیارت عاشوراش ترک نمیشه، تا فرصتی پیدا میشه تو حرم های اهل بیت میبینیش، این بزرگترین تلسمام روش اثر نخواهد کرد. اینها رو خدا ملائکه برای محافظتشون میفرسته. بله. و این خیلی بهتره، دنبال این چیزا نباشیم، بهتره که خودمون رو گرفتار این وادی ها نکنیم، انشاءالله که خلاصی پیدا کنیم از این وضعیت. خب با سلام و عرض خسته نباشید، میشه جناب استاد در مورد دروس حوزوی کمی توضیح دهند؟ بیننده عزیزی پرسید چون ایشون قصد ورود به حوزه رو دارن، ولی یک مطلب هست، اینطور که خودشون میگن یک مطلب هست که منو سوس کرده و اینکه از این ترس دارم که به سطوح بالای علمی نرسم، چون پیدا میشود که خیلی کم به این سطوح رسیدن. بله، عرض میکنم خدمت این بزرگوار که کسی که در مسیر فتح بزرگترین قله های علم و دانش هست، خدا بر اساس نیتش او رو با اون مقامات محشور میکنه. انما یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه. شما هدفتون رسیدن به مقامات عالیه قرب معصومین علیهم السلام باشه. خدای میخوام اونقدر به اهل بیت نزدیک بشم با آموزش آموختن علومشون
که علی حال جلوتر بشم از زراره و محمد ابن مسلم و بزنطی و شیخ مفید و شیخ صدوق و اینایی که تو این مسیر بودن که جا پای معصومین انبیا که بهترین های خلق هستن بگذارم، به این هدف بیاد انسان تو این مسیر. مهم نیست دیگه به کجا میرسه، مهم اینه که تلاشش رو چقدر کرده، تنبلی نکرده، زحمت کشیده. اول راه ممکنه علامت سوال براتون زیاد باشه، اما به مرور زمانی علامت سوالا برطرف میشه. دو سه سال که از دروس حوزوی بگذره خیلی از سوالات حل میشه. چه خدماتی از من برمیاد، چه علومی رو باید بخونم، چه مقدار از هر علمی رو باید بخونم. هم مدارس متکفل شدن، هم تو برنامه‌های مجازی تو فضاهای مجازی معمولا بیان شده، و هم این که اساتید و اهل علم هستن. شما ببینید یه کسی رو که فکر میکنید از نظر علمی آدم موفقیه، آدم زرنگیه، زحمتکشه، تلاشش خیلیه، او رو به عنوان استاد اختیار بکنید، ازش برنامه علمی و درسی بخواید. و اگر در مدرسه ای ثبت نام کردید و اونجا قبول شدید، بر اساس همون برنامه مدرسه پیش برید، خیلی تردید و دودلی نداشته باشید. ولی زمان که بگذره، دو سه سال که بگذره، خودتون متوجه میشید که آیا راه بهتری هست یا نه، میتونید تغییر بدید مدرسه رو، استاد رو، فضای علمی رو. ولی معمولا تا 4-5 سال بلکه 10 سال حوزه بهتر انسان از این طرف و از این شاخه به اون شاخه نره، توی مدرسه، توی فضای علمی با همین روشی که بیش از 1000 سال امتحانش رو پس داده شده، این مقدار صرف و نحو میخونن، فقه اصول، منطق، معانی بیان، وارد لمعه و اصول و رسائل مکاسب کفایه، سالیان سال این روش داره پیش میره. فقط کند نباشه، نصف روزه نباشه، روزی 2-3 ساعت به جایی نمیرسه، تلاش زیاد بکنه تا انشالله خدا هم برکت در عمرش و در فهمش بگذاره، انسان بتونه برسه به اون چیزی که دلش میخواد. پس مایوس نباشید، انشالله شدنیه. ما فقط میخوایم به دوستان بگیم که راه آسونی نیست، نفکر کنن هر کسی میتونه به این مقامات برسه و کوچیک بشمارن، چون یکی از مسائل عروه اینه، فقط از مجتهد جامعه و شرایط میشه تقلید کرد. این شخصی منبری خیلی هم باسواده، اصلا از اون مرجع تقلید قشنگتر مسائل توضیح میده، ولی مجتهد نیست. این معنیش نیست که از او تقلید بکنیم، او صاحب نظر نیست، نظرات خوب بیان میکنه، نظرات مال خودش نیست، حتما باید از کسی تقلید بکنیم. حالا ولی او نمیتونه قشنگ مثل او بیان بکنه، چون بیان خودش یه هنره، ولی او اجتهاد کرده، او استنباط کرده، اون مسائل رو از دل ادله بیرون کشیده. باید جامعه و شرایط بوده باشه و این حتما رعایت بشه. ان شاءالله خودتونم به اون مقامت میرسید به برکت عنایت خاص حضرت معصومه صاحب امروز. ان شاءالله. ان شاءالله. دوست عزیزی سلام کردن و پرسیدن که بنابر نظر آیت الله لازمه شیرازی آیا هدیه خمس دارد؟ هدیه خمس نداره، به شرطی که خمسش داده شده باشه و قبل از سر سالتون مصرف بشه. پس اگر اون کسی که هدیه رو به شما داده خمسش رو نداده، حتما باید تا گرفتید خمسش رو بدید. حالا حساب بکنید قیمتش رو، یا اگه خودش قابل قسمت شدن هست، یه قسمتش رو از 5 قسمت به عنوان خمس پرداخت کنید. اگر او اهل خمس هست، هدیه رو گرفتید، مصرف نکردید، یه مبلغی رو به شما هدیه داد، اون مبلغ کنار موند، تو سرمایه بله. شما داخل شد ولی مصرف نشد، سر سال اضافه اومد، بازم بهش خمس تعلق میگیره. بله، اگه کسی سر سال نداره، پولی که گیرش میاد به عنوان هدیه همون لحظه باید خمسش رو بده و سر سال بگذره. انشاءالله. خیلی متشکرم. با سلام، خسته نباشید. خانمی هستم 34 ساله که خودم شیعه هستم، ولی سوالم اینه که چرا اهل سنت در وضو پای خود را میشن ولی شیعه مسح میکشن؟ بله، اینم یکی از همون چراهاییست که در احکام، یعنی باید انشاءالله زحمت بکشید یه مقداری تو این زمینه قوی بشیم و بتونیم ادله احکام رو بفهمیم. وقتی آیه وضو رو میخونیم و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم و امسحوا، یعنی بشورید یا مسح بکنید، بنابراین و بقیه ادله. ما فقط اینطور نیست که مدرک احکامون آیات قرآن باشه، روایات معصومین برای ما ثابت و مسلمه در نزد فقه شیعه. پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام که حجت خدا بر ما هستن، هیچ کدوم پاشون رو برای وضو نمیشستن، مسح میکردن. همین مسحی که از سر انگشتان هست تا بلندی پا، به اندازه عرض یک انگشت هم کفایت میکنه. این دستوری است که اونها به ما دادن. اما اونا چرا این کارو میکنن؟ اونا برای خاطر اینکه فقهشون رو از معصوم نگرفتن، فقهشون رو از کسانی گرفتن که متاسفانه اعتمادشون بر وحی نبوده. خیلی ممنونم. خب خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امروز هم همپای ما و بیننده این برنامه بودید. فراموش نکنید که جناب استاد فرمودن امروز را هدیه میکنیم به صاحب امروز، بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها. تا برنامه های بعد، خدا یار و نگهدارتون.